کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د نن په درسان کې را سره د ښاغلی حافظ منصور منصور صاحب ته مذاکراتي هیئت په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي هیئت غړی دی. اوس خوشبختانه کابل کې تشریف لري، نو سولې په اړه چې کوم بنبست دی او څه هیلې شته دی او څه ستونزې شته دی په دې مسایلو ورسره خبرې کوو. بسیار زیاد تشکر جناب منصور صاحب، تشریف آوردین، سلامت باشین. خب اگر از تجربه دوحه تان آغاز کنیم، مذاکرات دوحه بالاخره به بنبست رسید بدون از اینکه به کدام نتیجه برسه، حال تقریبا توقف در حال متوقف. چرا؟ علت اصلی، مشکل اصلی چیز؟ طالبان میگن که مشکل اصلی ما لست سیاه و لست جوایز است که سر رهبرای طالبان گذاشته شده و تا که اوزما وجود داشته باشه خود طبعا به نتیجه نمیرسیم. یا موارد دیگه هم وجود داشت که من بنبست رسید گفتگوها. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از شما و سلام تقدیم میکنم خدمت همه بیننده های عزیز محترم. من فکر میکنم که اولا به کار بستن بنبست در مذاکرات دوحه بسیار دقیق نیست، هنوز دروازه بسته نشده، هنوز تیم مذاکراتی ما در دوحه هست و بخشی از نماینده های طالبان هم در قطر هستن. امیدواری برای است که هر روز ممکن است که دوباره گفتگو اثر گرفته شد. در این هفته های پسین مذاکره وجود نداشته، اما معنایی نیست که هر دو طرف میز مذاکره قطع نکرده و اعلان مقاطع نکرده و گفتن که ما آمادگی میگیریم و مشوره میکنیم. طالبا هم در تازه ترین مقدامشون فقط گفتن ما نیاز به یک مشوره داریم. شما مشوره بسیار طویل شده. بله بله، مشوره داریم، یعنی نگفتن که ما مذاکره نمیکنیم، ما مشوره میکنیم و دوباره بس میکنیم. اما در بخش دوم پرسش جناب شما به قیده ایمه که دو تا مسئله بسیار عمده بوده که ما نداشتیم، نتونستیم در طول 6-7 ماه پسین، یعنی سر از آغاز این گفتگاه ها یک دستاورد چشمگیری که زندگی مردم ما رو متحول بکنه. نکته اول است که امریکا در غیاب دولت افغانستان در دوحه رفتن مذاکره کردن و با یک موافقت نامه را با هم امضا کردن. این امر یک انتباه نادرست را به طالبان داد که خب وقتی امریکا حاضر است که چنین کاری را بکنه، نیازی نیست که با دولت افغانستان اونا به میز مذاکره بنشینن و به تعبیر اونا که خب اینا زیر دستای امریکا هستن، وقتی بزرگایشون تصمیم بگیرن نیازی به زیر دستا نیست. این یک خیال کاذب برای اونها داده و اونا رو مغرور کرده. نکته دوم خود فهم جنای طالب هاست که اکثریت ما از بقیه جنگنده های طالب ها اطلاع نداریم، چون ندیدم، اما برداشتیم از تیم مذاکراتی طالبان اکثریت چیز که هنوز برای حل نظامی فکر میکنن، هنوز هم به حل نظامی فکر میکنن. هنوز فکر میکنن که مانند 20 چند سال قبلتر که آمدن شهرهای بزرگ افغانستان، کابل پایتخت افغانستان گرفتن و یک اداره دلخواه خود ساختن، فکر میکنن که دوباره میتونن که امو تجربه را تکرار بکنن. متوجه تغییر وضعیت و شرایط چندان نیستن. این همر باعث شده که ما در میز گفتگو چندان پیشرفتی نداشته باشیم. درست. و اختلافاتی که با امریکا داره و بسیار زیاد دخیل نیست، مثلا تانوز لستسیا و غیره حل نشده، همچنان موارد دیگه هم وجود داره.
که با امریکا، مثلا امریکایی ها به یک نوی از ادامه حضور رو یاد میکنن، این مسائل چقدر دقیق است؟ من باورم این است که امریکایی ها تصمیمشون گرفتن بسیار روشن و واضح به سطح جهانی اعلان کردن که افغانستان ترک میگن و خارج میشن، میشن دیگه. خب تصمیمشون است. اما در مورد لست سیاه و 7000 زندانی که طالبا دارن، از جانب هیئت ما با تکرار گفته شده که این موضوعات است قابل بحث، ما هستیم صحبت بکنیم، اما به صورت انفرادی نی، به یک بسته، یک پکیج. ما در بدلی از او نیاز داریم به آتش بس فوری قطع جنگ. ما نیاز داریم که بحث کنیم روی یک حکومت مشارکتی که بالاخره این منازعات عصریشه پایان بده، بخوش کنه. و در صورت است که دیگه ضرورتی ما نمیدیم زندان افغانستان کسی چی باشه، بنتی باشه، و ضرورتی دیده نمیشه که کسی در لست جای بین المللی باشه. مشکلی که من حس میکنم ایست که جانب طالبا به صورت یک جانبه چنین تقاضایی را دارن، این تقاضا مورد قبول هیچ کسی نمیتونه باشه. اونا مقدم پیش از اینکه اینا راجع به آتش بس صحبت کنن تکرار میکنن که خب آتش بس یک موضوعی است که پس از توافق ما میتونیم به او برسیم. خب عینی سال به او راجع میشه، ولی رهایی زندان ها پیش از توافق باشه، پیش از توافق باشه، آتش بس بعد از توافق، بعد از توافق. این یک خب ما گفتیم 5000 زندانی رها شد. خب اونا وطنان ماست، اما در جنگ کدوم تاثیری نکرد. اما شمار از اونا هم و دن اگر جنگ ادامه داشته باشه، رهایی زندانی ها چقدر مقبولیت داره؟ چون 5000 رها میشه، 5000 دیگه اسیر میشه، گرفته میشه. بله، پس این سلسله هم قسم ادامه پیدا. همینطور بسیار واضح، هیچ کسی این کار از زیر نداره. و آیت دولت افغانستان گفته خوب است، چرا نه به این همزمان صحبت کنیم. بله. پس حتی این پیشنهاد هم داده شده، پیشنهاد عددی برشون داده شده. بسیار خوب، هم امروز شروع میکنیم آتش بس. در بدر هر روز آتش بس چند تا زندانی دانش شما بگوین، فقط ساعت 4 عصر حیاتتون در کابل باشه، شما تحویل بگیرید. روزانه 3 تا میخواین، 5 تا میخواین، 7 تا میخواین، ولی مشروط به آتش بس. آتش بس خب بالاخره خالد که دیگه زندانی تولید نشه، زندانی نشه. خب اینا آماده نیسته. خب و علتش هم اون چیزی که شما گفتین که وا در فکر حل نظامی استن. خدا کنه که من به یک بیراه رفته باشم و یک درک من غلط باشه. اما متاسفم که برداشت من در این مدت همیست که آنها هنوز فکر میکنن که از طریق جنگ و زور افغانستان به تصرف خود در میارن و اداره مورد نظر خود اون طوری که خودشون میخوان. بله، سر از این پسان صحبت میکنیم. بله. که این درک خودشان است و یا برشان داده شده، این پسان صحبت میکنیم. چون موارد دیگه هم است که با یک نوع این ذهنیت یعنی قبی میسازه، که مثلا جنرال امریکایی مسلسل از پاشیدن اردوی ملی صحبت میزنن، از آینده نامعلوم حرف میزنن. یا کمک میکنه به این ذهنیت که شاید و توافق نظامی داشته باشن. این کار هم دیست و یعنی سر از این پسان صحبت میکنیم. لیکن پیش از این یک بیدواری کلان به کنفرانس استانبول پیدا شد که شاید مثل یک بند دیگه بالاخره در یک کنفرانس با یک نتیجه برسیم. کنفرانس استانبول هم به تعویق افتاد، طالبا بایکات کردن و حالی هم معلوم نیست که شاید صورت بگیره یا نه. چگونه ارزیابی میکنین کنفرانس استانبول؟ گرچه پاکستانی ها اطمینان دادن، امریکایی ها میگن که ما فشار وارد میکنیم که طالبا بپذیرن، شما چگونه فکر میکنین طالبا خواهد پذیرفتن؟ جالب است بعضی چیزهایی که ما مردم های متعلق به کشورهای غریب و در حال جنگ گاهی فکر میکنیم که بیرون از ما همه کارها و سو منظم است. دنیا طوری نبوده، دنیا شفته بوده، دنیا بی نظم بوده. جالب است که ایالات متحده امریکا کنفرانس استانبول خود اعلان کرده بوده بدون مشورت ترکیه.
بدون امانگ سوزی با جوانب مختلف. تکرار میکنم، بله، تعجب میکنی، جالب است، بدون هیچ هماهنگی، هیچ هماهنگی. خب ترکیه به عنوان عضو ناتو، خب بلد، که امریکا که وقتی میگه حتما جانبش سنجیده، بله، و همه چیز طالبان هست. توافق دارن، توافق دارن و ما یک میزبانی میکنم و اگه بتونم منجر به یک کار خیر شد سو خوب. اما وقتی که اظهار آمادگی که طالبان گفت با هیچ خبر نداریم، ما نمیم. حالا یکی از رنجش های کلان بین امریکا و ترکیه همیست که ترکیه میگه خب شما ما را رسوا کردین، ما را آبری ما را ریختندین، شما وقتی این جانب آماده نساخته بودین چرا چین کاری را کردین؟ خب این شاید در بسیاری محاسبات سیاست مداره افغانستان این جور نبود، این ممکن نیست، اما وقتش نمیست، اما وقتش نمیست. بله ما هم خوشبین بودیم، جانب دولت افغانستان خوشبین بود که خب میریم یک صحبتی میکه طرف های مختلف در اونجا میاین بون یا امثال بون خطاها و خلاهایی که در بون بوده از او هم همه طرف ها درس گرفتن، او رو پر میکنیم به یک نتیجه میرسیم. اما نتیجهش این شد که طالبا آماده نشدن و امروز شانس برگزاری نشست استانبول بسیار پایین اومده. بله شانس موقعیت موافقتش که هنوز بسیار حتی برگزاریش هنوز درست. خب خوشفهمی ترکیه خب قابل فهم است، چون فکر میکنم قبل شما که امریکا هم آهنگی کردن، لیکن امریکا چرای تو یعنی چرای چی میخواست در پایی چی بود یعنی این را باید کارشناس های خاصی که امریکا شناس باشن، من چی ندارم، اما ایتی صلاحیت و فهم ممیست که همین چیزی که واقعیت علمی مقطع بوده بیان بله. بکنم بله. چرا چین این کاری را کرده؟ چرا به اصطلاح ادبیات وطنی خامی را کرده؟ بله بله او را من میدانم برداردیم، لیکن نتیجهش ایست که امروز توقع بسیار کمی به کنفرانس استانبول وجود داره و امانن طالبا به جنگ رو آوردن، در هلمند جنگ های شدیدی جریان داره، در غزنی جریان داره، در بغلان و دیگر نقاط افغانستان. در این دو سه روز معلوم میشه که تمرکز هر دو طرف سر حل نظامی است. اول اگه اینه از یعنی به نظر شما طالبا برای طالبا ممکن است از راه نظامی به یک حل برسن؟ من فکر کنم که تمرکز جانب دولت افغانستان به حل نظامی نیست، اما دفاع را حق مشروع خود میدانم. در آخرین فرصت هم که بحث حکومت موقت بود و رئیس جمهور افغانستان میگفتن از کنار نمیره، در بسار و با وضاحت گفته که من از وقت من میگذرم و حکومت موقتی هم بیایه و بله. خب میگو دیگه مانه دیگه دیگه مانه باقی نمانده، خب این صحبت بکنیم. اما آیا طالبا برداشتم ایست که طالبا شانس برای پیروزی نظامی ندارن؟ امروز او بیست و چند سال قبل نیست، امروز یک دولتی که دنیا رو به رسمیت میشناسه و یک اردوی یک دست داره و رهبرهای سیاسی افغانستان از گذشته درس گرفتن تا حدودی و او تجربه تکرار نمیشه. در گذشته ایالات متحده امریکا اونا را ساختن، انگلستان حمایت میکرد، کشورهای عربی بیدریغ پشتیبانی میکرد، او کمک ها فعلا نیست، امریکا و متحدینش در برابر هستن و جنگ های درونی افغانستان مردم ما را با سطو آورده بود، شماری از مردم اونا را به عنوان نیروهای نجات بخش استقبال کردن. اما امروز ماهیت طالبا را همه میدانند. امروز جنگ در تمام قریه ها در بین کل اقوام بله در همه گوشه افغانستان مقاومت وجود داره و او ادعایی که اونا میخواستن افغانستان به امنیت بیارن و نجات بدن دیگه وجود نداره. شعاری که داشتن که شر و فساد از بین میبریم و ما بله. عدالت و چیزی آله وضعیت بسیار فرق داره. بله در این 20 سال خود سوارده زیاد وجود داره که مردم به
عادت کردن. بله بله درست. پس ماسیبه طالب ها چیست؟ یعنی این فکر چرا برشان؟ این فکر خودشان هست یا به یک تطبیل شده؟ مثلا شما اگر گفتگوهای بعضی از رهبرهای امریکا را، رهبرهای نظامی امریکا را، جنرالهای امریکا را ببینین، مطالعه کنین، و تورینشان بیتن که اردوی افغانستان شاید نتانه که مقامات کنن، از پاشدن اردو گپ میزنن، از مثلا مشاور ملی میگه که هیچ اطمینان راجع به آینده افغانستان وجود نداره. اتخاب نیست که طالبان تلقین شدن همه تو قصدن به این سمت سوق داده شدن که به حل نظامی فکر کنن تا به حل سیاسی. من فکر میکنم که یک نکته برای من دشوار است، به عنوان یک کسی که حالا مسافر شدیم در اینجا افغانستان در کشمکشش، که اتهام بستن که بعضی کشورهای خارجی برشان میگن و نمیگن، چون مستند و ثبوتی فعلا ندارم. در همین مورد اینکه سلاحشان خارجی است و شکی نیست، اینکه پولش از خارج میگیره شکی نیست. آیا همین برنامه که جنگ دوام بکنه امیر خودشان فکر کنه؟ کسی گفته ایره مستنده ندارم. من سند رو نمیباشه، لیکن اما تحلیل وضعیت چیز درست. من چیز دیگه من فکر میکنم که ما یک مشابهت های بسیار زیادی بین روزه هایی که قوای اتحاد شوروی از افغانستان خارج شد و بحث آشتی ملی در افغانستان مطرح شد و در شرایط امروز یک مشابهت هایی میبینم. بله. و من خودم که در صفحه مجاهدین بودم، من فکر میکنم که این همی ذهنیت امو سالم را لطا. خب شوروی رسیدیم، دکتر نجیب و واسطه هایش چیست؟ بله این قصه است. خب او یک علت داشت، تجربه اول بود، بار اول بود، شوروی اتحاد شکست بسیار واضح خورده بود و از فکرشان خارج شده بود، عملا 4 سال گذشته بود و طبعا این ذهنیت طبیعی بود. آن خوی تجربه را داریم جالب. تجربه جنگ نکته جالب، جنگ جویانه که می جنگن بیشتر بچه های جوان است که اونمور نمیفهم. ما بارها گفتیم دل سوزانه بین تجارب ما را شریک بکنیم. این تجربه از کدام گروه باش فرق نیست، به متعلق به مردم افغانستان است. اگر نقاط مثبت زیری باید بگیریم، منفیش چی کنیم، رها کنیم، تکرار نکنیم. بدنه اصلی طالب ها که نیروی رزمی و جنگیستن و در سن جوان تر، فکر کنی که افغانستان تازه تولد شده و افغانستان اینا ساختین و این در جغال بوده و اینا نجاتش دادین. هیچ چیزی از گذشته، از مناسبات خارجی، زندگی در جهان امروز بلد نیستن. اما در میان تیم طالبان شمار اندکی که بنابرای ملحوظات سویسی که از من همشان نمیرم، ایشان که سن بلندتر دارن و در گذشته یک دفعه آمدن، اونا واضح برای ما گفتن که ما با یقین هستیم که طالبان مانند گذشته قادر به تصرف کابل نخواهند شد. بله. دو، اگر کابل هم بگیریم دنیا ما را کمک نمی کنند. سه، حکومت کردن رسیدگی به نیازمندی های مردم و ادارات مستلزم کمک خارجی است و بدون از او کسی حکومت کده نمیتونه. بنابراین بهترین را ایجاد یک حکومت مشارکتی است. ولی نه در یک اقلیت هستن که وقتی در جمع بزرگ میشینن اظهار نظر کده نمیتونن. بله. این یک واقعیت بسیار جمع آگاه هوشیار ولی کم تجربه گذشته را دارن. نسل جنگجو جوانترش زدیم بار دیگر میزنیم. پیامدش چی میشه؟ این همه بیوه، این همه ویرانی، این همه افغانستان منزوی، این چی میشه؟ او رو نمیفهم. یعنی یک دستگی در یک سطح در طالب ها وجود داره. بله. لیکن چون کم هستن. بله. تنها امی عامل هست یا عامل دیگه هم شاید وجود داشته باشه؟ این قشنه که مثلا از مدت زمان بسیار زیاده، زمانه که گفتگوهای صلح
نو شروع شده بود. گفته می شد که یک تعدادی از رهبرهای طالب ها خواهان صلح هستن، در پاکستان زندانی شدن، ملا برادر یاد بشه که به می خاطر زندانی شد، یک تعداد دیگه، یعنی یک قشن وجود داشت که در اون وقت هم طرفدار صلح بود، لیکن یا قصدن منزوی شدن و در یک نوع معاصره قرار دارن، گذاشتن همیشن که به اصطلاح فکر خود با مردم شریک بسازن با طالب ها. چکونه فکر ما درست میکن دی با مسئولیت میگم که شمار هندکی از شخصیت های آگاهی در بین طالب ها هستن که ادامه جنگ به نفع نمیدونن و طرفدار یک حکومت مشارکتی که همه در شریک باشن به صورت عادلانه، اما توان اینه که کلی ماشین طالب ها را به نفع خود زینشه به چرخانن نیست. ما نامه‌شون رو مشخص می‌فهمیم، با اونا مذاکره کردیم، با اونا دیدیم، در گفتگوهایی که چای می‌خوریم، بله، خب بالاخره هفت ماه دیگه رفتیم که با هم دیدیم دیگه، بله بودیم، بله. خب با هم انار خوردیم، با هم چای خوردیم، با هم نشستیم صحبت کردیم. در نشستای تنهایی یک گونه صحبت میکنن، اما وقتی جمعشون 21 نفر میه، اکثریت قمندان هایی که سابقی قمندانی دارن، روحیه نظامیگری دارن، در آنجا موضعشون جنگی است. درست. پس صلح افغانستان است. بله. یعنی باید به این فکر نکنیم که طالب هستن یا ما هستن. مجموعا باید کوشش کنیم که به صلح برسیم. این اقلیتی که به صلح باربند است، چی کمک کدام میتونیم ما کسایی که طرفدار صلح از افغانستان، حکومت، احزاب سیاسی مجموعا چگونه میتونیم؟ من راستش چگونگیش نمیشه دی تلویزیون گفت، اما قرار میفهم که بله حرف شما درست میگن که باید کمک شون، تقویه شون برای صلح. این فکر تقویه شون، بله بله، ما دولت منصوبین بلند دولت گفتیم، نامشون هم گفتیم، این جریان شما فرد کمک نکنید، این جریان سال طلبی رو کمک کنید، خارجی هایی که در اونجا بودن و این عنوان ناظر اروپایی ها هستن، از ملل متحد هست، از امریکایی ها هستن، با اونا هم گفتیم اگر شما میخواهید که ما یک گامی به جلو بگذاریم، باید اونهایی که طرفدار سال هستن اونا شما میدان بیشتر بدید، تشویقشون کنید. البته راهی نیست که تلویزیون بگیدش، برتدیب راه های وجود داره، بله تلویزیون گفته شده، یعنی راه های وجود داره، لیکن از این راه های استفاده صورت گرفته نگرفته، مهم ای که آیا ارادی سیاسی برش وجود داره، یعنی یک توقف کوتاه داریم، با دوست سر صحبت میکنیم. اولا ردامه در بین روست بسته ادامه بود.